سلام به همه دوستان عزیزم بیمعطلی میریم سراغ طرح جدیدمون طرحی که میخوایم بکشیم یه طرح پاییزی یعنی یه سنجاب کوچولو با تم پاییزیه برای کشیدنش اول یه دایره تقریبا در وسط کاتر میکشیم اون رو نصف میکنیم یا به اصطلاح خط تقارن رو میکشیم دو تا دایره هم اندازه پایین این دایره بزرگه میکشیم که با استفاده از خط تقارن سعی میکنیم که فاصله هاشون یکی باشه این قشن دو تا دایره به این خطام که قبلا گفتیم میگیم خطای کمکی که کمکمون میکنن راحت تر بتونیم اندازه ها رو شبیه هم در بیاریم این قسمت گوشای سنجاب رو کار میکنیم یه حالت مثلثی شکل داره تقریبا یه حالت مثلثی شکل داره خب همونجور که تو ویدیو میبینیم تار شد و باز دوباره با استفاده از خطای کمکی من اندازه ها رو دقیق در میارم و میریم سراغ دستاش دستاش حالت خاصی نداره تقریبا یه حالت بیزیه حالا سراغ اجزای صورتشه این قسمت تقریبا جای چشماش رو نشون میده که شما سعی کنید مثل من بکشین و این قسمت خود چشماشه یه بیزی کوچولو برای چشماش میکشم به این شکل و نگاه کنید الان کوچیک شده که باز با خط کمکی اندازه ها رو شبیه هم در میارن بچه یادتون باشه خط های کمکیتون رو خیلی کمرنگ بکشین چون اگه پرنگ پر بکشین جاش میمونه و این طرف هم دوباره یه بیزی بزرگتر میکشم حالا دهنش که دندوناش و یه زبونه کوچولو مچولو تایمزش ناز شد حالا با پاک کن میایین خطاتون رو کمرنگ میکنین یا اینکه پاک میکنین و بعد از اون با مداد پررنگش میکنین مثل من خیلی با دقت پررنگ میکنین البته برای من چندش پاک شد و مجبورش هم پررنگ کنم اینجا چند تا برگ و بلوت اضافه میکنم که البته ذهنیه و خب به دستم فقط باید دقت کنیم حالا شما میتونید اینا رو هم نکشین ولی برای اینه که بگراند خالی نبونه یه برگ بزرگتر هم اینجا کار میکنم با هم حالت های هفت هشتی این برگ رو در میارم یه بلوت بزرگتر هم که اینجا من این کار رو یه دور دیگه با راپید شماره 300 یه نوع ماژیک پررنگ کردم چون به نظرم چیرگی کافی نداشت و موقع رنگ ممکن بود کارمون چک کنه با همون راپید چشم ها و داخل دهنش رو سیاه میکنن به اون جاهایی که سفید گذاشته بودین خیلی خوب دقت کنید دندونا و سفیدی چشماش رو میذارم این قسمت ریشاش ریش که نه این قسمت پشمالوش رو اون اولش رو خیلی زیاد سفید میزنم و رفته رفته آروم محفش میکنم ببینین خیلی تیره و با فشار دست زیاد و کم کم فشار دستم و کم میکنم و خیلی محف میکنم این سفید رو این قسمت هم که سایه نداره و به خاطر همین با فشار دست خیلی زیاد سفیدش کردم پشت چشماش میشه فکر اگه با قهوه روشن شروع میکنم به رنگ زدن صورتش خیلی نرم باش فشار دست کم سایه بزنین به صورت دایره دایره اصلا دستتون فشار ندین با نوک مداد تیز نکشین و به این نقطه دقت کنین دیگه این باعث میشه که سایه هاتون حتی اگه بخواین چند لایه سایه بزنید خیلی خوب رنگ و داخل هم محو بشه این قسمت ها رو خیلی با دقت نزدیک اون سفیدا میکنم و همونطور دایر دایر و به فشار دست کم کل صورت رو سایه میزنم شماره این مداد 378 توی رنگی فابر کاستله گفتم اگه فابر داشتین بدونین بلا اگر هم نداشتین که از همون قهوه یک کم رنگتون استفاده کنین میبینین چقدر نرم سایه میزنم شما هم باید به همین شکل بزنید حالا برای اینکه من روی کاغذ تقریبا کاهی کشیدم این دفتر رو کاغذشون کاهیه و یه حالت باف داره طوری که من رنگو که میزنم قشنگ کاغذ پر نمیشه نگاه کنین میبینین بافت بافته شما ممکن روی کاغذ بک یه آجر یا دفتر نقاشی بکشید و این مشکل براتون پیش نیاد اما به طور کلی بازم با توجه به بافتی که هست میتونید از این روش استفاده کنید من داخل این روش اومدم دستمان کاغذی رو بریدم یعنی کوتاهش کردم لول کردم و محو کردم کشیدم روی کارم ببینید چقدر محو شد و خیلی سایه های یه دستی به شما میده همینطور کل صورتش رو با دستمان کاغذی محو کردم و در آخر به نظرم رنگش یکم کم رنگ اومد چون من دوست دارم یه رنگ باشه و یه دور دیگه کامل از همون قهوه کم رنگ زدم این بار از قهوه پررنگ رنگ کد 379 بود توی فابر کاستل اگر هم ندارین همون قهوه پر خودتونه یه قسمت های رو تیره تر مثل بالای گوش ها کناره های صورت نزدیک های بینی و این قسمت بدنش یا حتی موهاش و لپاش اینا رو خیلی نرم آروم و با فشار دست کم سایه قهوه تیره زدم و در آخر یه بار دیگه با دستمال محو کردم این زبان کوچولو مچولش هم که یه رنگ قرمز شاداب میزنم و یادم رفت اینجا رو فیلم بگیرم اما شما بدونین که من اینجا اومدم چشش آبی پررنگ زدم سیبیلاش رو کشیدم و یه کوچولو براش موجه گذاشتم که شما میتونین نذارین درسته که من اینجای فیلم میام داخل کوشش زرد میکنم چون فکر که رنگ زرد بهتره اما بعد قهوه‌ای میزنم شما از همون اول قهوه‌ای تیره بزنین اونم با فشار دست زیاد یعنی خیلی پررنگ داخل گوشش قهوه‌ای تیره کنین. این بلوتارم چون ویدیو طولانی میشه من نمیتونم کامل بگم قهوه میزنیم این قسمتش رو همونطور با فشار دست کم این قسمتش رو اگه خواستین یکم تیره تر رنگ میزنین برای اینکه یه جورایی سایه بگیره بعد اون قسمت بالایشو رو اول زیرش رو نارنجی زدم یعنی نارنجی میزنم بعد با قهوه یک کم رنگ اینجوری حالت چارخونه چارخونه اول این بری بعد حالا این بری. اون بالاشم که قهوه رنگ میزنم این برگرم اول زیرش نارنجی میزنم هم قشنگ نارنجی میزنم اگر لازم شد محو میکنم ولی محو نکنین فکر نمیکنم زیاد لازم باشه قهوه کمرنگ میزنم اون بالای برگا اون گوشه هاشم قهوه میزنم و آخرش با دستمال اگه لازم دونستین میتونین محو کنین محو کنین به هر حال بهتره گلش هم که یه رنگ سلیقه‌ایه این بلوط رو برگ پایینم هم به همون شکل برای این میزشم رنگ زرد بزنین یه رنگ زرد ملایم بزنین به نظرم خیلی جذاب میشه من اینجا امضامم بزنم امضا فاطمه بیاد اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما لایک کن و نظرتو به هم بگو دنبال کردن کانالم یادت نره و همچنین میتونی نقاشی تو به آدرس این استاگرام ما بفرستی اینم از پایان کار همونطور که گفته بودم رنگ کرده بودم امیدوارم استفاده کرده